بیننده ساعت خبر صدای آمریکا هستید. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا CDC میگوید که سوء مصرف داروهای مسکن و آرام بخش یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی آمریکا و جهان است و تنها در سال 2013 دو سال پیش بیش از 16,000 نفر در آمریکا جان خود را با مسمومیت دارویی از دست دادند. به همین خاطر CDC برای مبارزه با این پدیده گسترده و خطرناک کمپینی در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته است. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ما هستند با جزئیات بیشتر در این باره. خانم دکتر، پرسش اول این که واقعا مرز میان مصرف و سوء مصرف یک سری داروها و داروهایی که از طریق در واقع نسخه پزشک که میتوان اونها رو تهیه کرد چه هست و چه داروهایی بیشتر میتونه اعتیادآور باشه؟ ببین، دارو معمولا مسکن های تخدیری به خصوص و آرام بخش ها برای یک دوره درمانی مشخص که یک مشکل حاد دردناک یا استرابی حاد ایجاد شده تجویز میشه. پس اگر کسی مصرف مسکن های و آرام بخش ها رو پس از این دوره ادامه بده، یکی از علائم هشداره که نشان دهنده اینه که شخص داره وابسته میشه یا سوء مصرف میکنه و به سمت اعتیاد میره. اگر به دلایلی غیر از دلایل پزشکی که براش تجویز شده، به فرض یه نفر برای کمردرد رفته دکتر و بهش کدئین تجویز کردن، حالا 3 هفته هم بعد از اینکه نسخهش تموم شده همچنان داره کدئین رو میخوره و میگه سرم درد گرفته بود، این یه علامت هشدار دهنده است. همیشه باید به این توجه کنیم. گاهی بعضی وقتا این افراد میگن حالم خوب نیست، نمیدونم چمه، ولی این قرص رو میخورم خوب میشه. این یکی از علائم بسیار مهمه و میزان مصرف رو به تدریج بالا میبرن و طولانی تر از مدتی که بهشون تجویز شده میخورن. معمولا این افراد به خصوص اگر در سنین جوانی و نوجوانی باشن، متوجه میشین که به چند دکتر متعدد دارن مراجعه میکنن برای اینکه یک دارو رو بگیرن و اگر داروی کسی اضافه اومده باشه ازش میگیرن و اگر باهاشون مطلب رو طرح کنی عصبانی میشن، شخصیت کم کم شروع کنه به تغییر کردن و به رغم تمام عوارضی که ممکنه براشون پیش بیاره، به فرض مثلا درسشون نتونن ادامه بدن و خوب بخونن یا اینکه شغل آدم بزرگسالتری با مخاطره مواجه بشه، همچنان اصرار دارن که اینا رو مصرف کنن. پرسیدی که چه داروهایی، به طور بیشترین داروهایی که مورد سوء مصرف قرار میگیرن استامینوفن کدئینن یا پرکوست، اکسیکودون هستن، هیدروکودون هستن، هیدرومورفین، دیازپام و تمام زپام ها، ریتالین یا آدرال و یک چیزی که متاسفانه شامل مقررات مواد مخدر هم نیست ولی به شدت مصرف میشه و میشه گفت به اندازه همشون، شاید بیش از همشون، خطرناکه ترامادوله. خب یک این کمپینی در شبکه اجتماعی درست شده، کارش چیه؟ چه اقداماتی انجام داده تا به حال؟ ببین، این کمپین در واقع به خانواده ها و پزشکان و مصرف کنندگان اولا میخواد هشدار بده که این موضوع چقدر جدیه. یعنی در امریکا اون سال 2013 که شما گفتید، تقریبا روزی 40 نفر از این سوء مصرف و مسمومیت مردن. در همون سال در ایران میزان مشابهی از همین سوء مصرف بنا به گفته دکتر مریم اخگری، رئیس سمشناسی پزشکی قانونی، البته به نسبت جمعیت تقریبا روزی 10 نفر مردن. و تمام این کمپین داستانش اینه که مردم خطر این مصرف رو و مرگش رو بشناسن، جدی بگیرن، فکر نکنن میتونن راحت کنار بزنن، مراکز ترک باید مراجعه کنن، نیاز به کمک تیمی از متخصصان هست برای اینکه سوء مصرف رو درمان کنه و برنامه مدون کشوری باید وجود داشته باشه. معنیش اینه که شبکه اطلاعات پزشکی و دارویی یک نفر باید همه جا به هم مرتبط باشه و هر دکتری بدون شما یه دکتر دیگه که رفتین چه مسکن یا مخدری گرفتین استفاده کرد. بسیار تشکر می‌کنم دکتر شیده رضایی که در استودیو با ما همراه بودیم. متشکرم.